سال 2013 میلادی یک سال پر از دستاورد است برای ورزش افغانستان در این سال در کنار ها از رقابت های بیرون مرزی سرازیر شدن چیره های پر آوازه و بلندپایه ورزش جهان به کابل بزرگترین رویدادها را در تاریخ ورزش افغانستان رقم زد در دهم ماه عمل امسال نخستین دستاورد را فدراسیون ورزش های رزمی نشان داد باز محمد مبارز میلی پوش ورزش های رزمی افغانستان ایتام تنتاوی رقیب مصریش را شکست داد. در رقابت های مبارزه آزاد ورزشکاران 16 کشور حضور داشتند و هر ورزشکار با یک رقیب مبارزه کرد. این رقابت ها از سوی سازمان جهانی رقابت های برگزار شده بودند. یازده اومه امین ما ورزشکاران تکواندوی افغانستان یک مدال طلا یک نقره و یک برونز را از رقابت های تکواندوی آزاد بهرین به دست آوردن. مدال طلا آن رقابت ها را عبدالله صدیقی به دست آورد و فریدون امیری هم مدال نقره را به نام افغانستان ثبت کرد. در آخر امین ما رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با وزیر ورزش بهرین در کابل دیدار و گفتگو کرد. هدف از آمدن شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه به افغانستان به دست آوردن پشتیبانی افغانستان از وی در انتخابات ریاست کانفدراسیون فوتبال آسیا گفته شده بود. شیخ احمد خلیفه السانی رئیس فدراسیون فوتبال قطر به کابل آمد و در دیدارش با رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل وعده کرد که ضرورت‌های افغانستان را در بخش فوتبال برآورده خواهد ساخت. در امین مواد ملی کرکت افغانستان با جام قهرمانی رقابت های کرکت قهرمانی آسیا به کشور برگشت. در آخر ماه عمل امسال از ردگل باران میلی پوش فوتبال سایلی افغانستان به لیگ فوتبال سایلی برزیل پیوست. این بازیکن 25 ساله پس از درخشش در رقابت مقدماتی جام جهانی در قطر توجه باشگاه فرانسی ساو پائولو برزیل را به خود جلب کرد و برای یک فصل با آن باشگاه قرارداد بست. از سوی دیگر تیم ملی پرورش اندام افغانستان در رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا به شش مدال طلا دست یافت. محمد یوسف سخی، محمد آصف سخی و محمد آرون ازمی مردان تلایی افغانستان در آن رقابت ها هستند. در 13 مای سور امسال سال محمد محمدی فاتح 29 مین دور رقابت های سنوکر قهرمانی آسیا شد محمدی میلی پوش برتر افغانستان در فرجامین دیدار آن رقابت ها هفت دو سنوکر باز از سوریه را شکست داد و بر سکوی قهرمانی است. 22 مای سور تیم ملی کرکت جوانان افغانستان با جام قهرمانی رقابت های مقدماتی جام جهانی پینج آوره کرکت جوانان آسیا به کشور برگشت. در هفتم ماه جوزای امسال عثمان انوری مدال برنز رقابت های پرورش اندام اروپا را به دست آورد. عثمان انوری ورزشکار افغانی که در اتریش زندگی می کند و در رقابت های پرورش اندام قهرمانی اروپا که در کیف برگزار شد به مقام سوم دست یافت. در ماه جوزای امسال تیم ملی بسکتبال افغانستان با به آوردن مقام دوم رقابت قهرمانی بسکتبال جنوب آسیا به کشور برگشت 29 ماه اسد بزرگترین دستاورد در تاریخ فوتبال افغانستان رقم خورد در این روز تیم ملی فوتبال افغانستان سه سفر پاکستان را در کابل شکست داد این دومین بار است که پاکستان در خاک افغانستان شکست می خورد. پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشور در برابر پاکستان رئیس جمهور کرزی تیم ملی فوتبال افغانستان را ستایش کرد در بیستم سنبله یک افتخار بزرگ دیگر در ورزش افغانستان رقم خورد و برای نخستین بار افغانستان بر بام بلند کشورهای جنوب آسیا قرار گرفت و جام قهرمانی فوتبال جنوب آسیا را به افغانستان آورد در این رقابت افغانستان بوتان سریلانکا نیپال و این را شکست داد و قهرمان شد. رئیس جمهور کرزه و شماری از مقامهای بلندپایه دولت از تیم ملی فوتبال کشور در میدان هوایی کابل استقبال کردند. افتخار بزرگ دیگر در ورزش کشور آمدن میشل پلاتینی رئیس کنفدراسیون فوتبال اروپا به افغانستان است. هدف از سفر پلاتینی به کابل اعلام پشتیبانی اتحادیه فوتبال اروپا از فدراسیون فوتبال افغانستان گفته شده است. در ماه میزان امسال شاین آسمایی فاتی دومین دور رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن شد. در پایین این رقابت ها اشمتلا بارگزای بهترین بازیکن دومین در لیگ برتر فوتبال افغانستان شناخته شد. اشمتلا بارگزای و امیدلا کریمی ارکودام کدام با زدن هفت گل زده لقب آقای گل را نیز به دست آوردند. در 26 مای قوس امسال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و مایک اوون استوره فوتبال انگلستان به هلمند آمدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و مایک اوون استوره فوتبال انگلستان در سفرشان به هلمند با کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن دیدار و گفتگو کردند. یکی از بدترین رویدادهای ورزشی امسال کشور سقوط تیم ملی تکواندو از جایگاه افتم جهان به جایگاه 175 ام جهان بود. این عقبگرد به پیشینه باعث نگرانی ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و شهروندان کشور نیز گردید. و آخرین رویداد امسال شکست سیار بهادرزاده ورزشکار مبارزه آزاد افغانستان در برابر ورزشکار از ایالات متحده امریکا است. این ورزشکار برتر کشور و قهرمان مبارزه آزاد در جهان در یک رقابت مبارزه آزاد مغلوب جان هیوارد از ایالات متحده امریکا شد با تغییرات تازه که در رهبری ریاست تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک به وجود آمد سال آینده دیده شود که تا چی اندازه این دستاوردها افزایش خواهد یافت میرسید صدیقی تولو نیوز کابل